به نام خدای مهربان، خیلی ممنون و سپاسگزارم که توی این جلسه شرکت کردین. توی این جلسه میخوام ادامه حل تست های مجموعه ها از فصل اول از دوره ریاضیات جامع کنکور تجربی در خدمت شما هستم. کاغذ و خودکار داشته باشید و روش حل تست ها رو حل بکنید. تا اینجا یه درس باید تونسته باشین حداقل 90% تست های مجموعه رو حل بکنید. باز هم گوش بکنید و روش حل تست ها رو یاد بگیرین. کاغذ و خودکار داشته باشین، خودتونم حل بکنید همراه با حلی که من به شما ارائه میدم. سوال 171 میگه از بین 68 دانش آموز یک کلاس 43 نفر به ورزش فوتبال. نگاه کن، 68 دانش آموز تشکیل چی رو میده؟ یو، مرجع. 43 نفر فوتبال، 43 نفر آ، 39 نفر ورزش والیبال. خب 39 تو بی. اگر 51 نفر داخل، اگر 51 نفر حداقل به یک از این دو ورزش علاقه من باشند، اشتراک این دوتا رو هم گفته اگر 51 نفر حداقل به یکی از این دو ورزش علاقه من باشند، یعنی چی؟ حداقل یکی از این دو نفر که در ادامه بهتون توضیح میدم. چند نفر فقط به ورزش والیبال علاقه دارند؟ 12 8 37 20. و ما میاییم به روش تحلیلی اول حل کنیم. تعداد مرجع رو گفته 68 نفر. تعداد مجموعه آ که بهش میگیم فوتبال 43 نفر، مجموعه بی تعدادشو 39 نفر که بهش میگیم والیبال، مجموعه والیبال رو تشکیل داده. خب گفته حداقل به یکی از این دو ورزش علاقه من داشته باشند، یعنی چی؟ یعنی اینکه اجتماع مجموعه آ و ب، اجتماع فوتبال و والیبال میشه 51 نفر. وقتی که میگه حداقل به یکی از دو ورزش، حداقل به یکی از دو ورزش یعنی اجتماعشون 51 نفر. حالا میگه چند نفر فقط به ورزش والیبال علاقه مند هستند؟ فقط والیبال رو گفتیم چی؟ مجموعه B. پس B منهای A میشه اونایی که فقط به والیبال علاقه دارن. خب فرمولو می نویسیم N B منهای A برابر میشه با N B منهای N A، اشتراکش با B. حالا ما اشتراک این دوتا رو به دست بیاریم، اشتراک این دو مجموعه رو به دست بیاریم، میذاریم داخل فرمول و تعداد افرادی که فقط والیبال علاقه دارن رو به دست میاریم. میام چیکار میکنیم؟ میام مینویسیم N A اجتماعش با B میشه 51 نفر. فرمول رو بازش میکنیم، مینویسیم N A به علاوه N B منهای N A اشتراکش با B میشه 51. خب جایگذاری میکنیم، N A رو داریم، N B رو داریم، مینویسیم 43 به علاوه 39 منهای N A اشتراکش با B که برابر 51. خب اشتراک رو به دست میاریم، 31. این 31 رو میذاریم داخل این فرمول، 31 رو میذاریم داخل این فرمول، مینویسیم n b منهای a 39 منهای 31 برابر میشه با 8. پاسخ گزینه 2. خب من با سوال بعد، سوال 172 میگه فرض کنید مجموعه یو ایکس
به طوری که x عضو اعداد طبیعی x بین 8 تا 50 مجموعه مرجعمون باشه و تعداد b هم 12 و اجتماع a و b بشه مجموعه مرجع. وقتی که اجتماع مجموعه a و b بشه مرجع، در صورتی که a و b دو مجموعه جدا از هم باشند، تعداد متمم مجموعه a کدامه؟ 41 33 8 12 پاسخ گزینه 4 هست. و ما چطور میاییم مجموعه مرجع رو بازش میکنیم؟ میشه چی؟ ایکس هایی که به طوری که ایکسش عضو اعداد طبیعی بین 8 و 50 بشه، یعنی از 8 بزرگتر و از 50 کوچکتر. خب میشه چی؟ از 9 تا 49 تعدادش میشه چقدر؟ 41 نفر، 41 عدد. خب شمارش رو نگاه بکنید، 50 منهای 8 منهای 1 در نظر میگیریم، 5 میخواییم تعداد یه بازه رو به دست بیاریم، مینویسیم عدد بزرگه منهای عدد کوچیکه منهای 1، این منهای 1 همیشه هست، میشه 41. خب از 9 تا 49 41 عدد وجود داره. خب میگه تعداد مرجع با تعداد اجتماع A و B برابره و برابره 41، تعداد شد 41. تعداد B هم گفته 12 تا، A و B هم جدا از همه. خب A و B جدا از هم باشه یعنی چی؟ A و B اشتراکی با هم نداره و اشتراکش صفره، پس نتیجه میگیریم که متممه A میشه B، متمم A میشه B، پس متمم A، تعداد متمم A با تعداد متمم B برابره میشه 12. پاسخ گزینه 4. خب سوال 173، در دایره‌ای که 80 نفر کارمند داره، در اداره‌ای که 80 نفر کارمند داره 24 نفر هیچ کدوم از رشته‌های ورزشی فوتبال و والیبال علاقه ندارن. اگر در این اداره 35 نفر فقط به رشته فوتبال، 20 نفر فقط به رشته والیبال علاقه داشته باشن، چند نفر از افراد این اداره به فوتبال علاقه مند هستند؟ میگه چند نفر فقط به فوتبال علاقه مند دارن، یعنی تفاضل A منهای B. 80 تا کارمند داره میشه تعداد مرجع، 24 نفر ورزش فوتبال، 24 تا مجموعه A، 24 نفر به هیچ کدوم از رشته های ورزشی فوتبال و والیبال علاقه ندارن، یعنی چی؟ متمم A اجتماعش با B میشه 24 نفر. اگر در این اداره 35 نفر فقط به رشته فوتبال، 35 نفر فقط به رشته فوتبال یعنی چی؟ A منهای B 35 باشه، 20 نفر فقط به رشته والیبال هم علاقه من داشته میشه، یعنی B منهای A میشه 20. چند نفر از افراد این اداره به فوتبال علاقه مند هستند؟ خب 35 36 45 46 پاسخو ببینید. نمودار رسم میکنیم، نمودار ونو نگاه بکنید، یه مستطیل 24 نفر مینویسیم، 24 نفر به هیچ کدوم از فوتبال و والیبال علاقه ندارن، یعنی چی؟ متمم A اجتماعش با B، A اجتماعش با B میشه 24 تا. خب اشتراکو میذاریم X، این ور میشه 35، این ور میشه 20. 35 چی میگه؟ 35 نفر فقط به فوتبال علاقه دارن، یعنی
اونایی که فقط به فوتبال علاقه دارن 35 نفر، اونایی که فقط به والیبال علاقه دارن 20 نفر. خب این معادله رو چیکار میکنیم؟ با هم جمع میکنیم و برابر 80 قرار میدیم. مینویسیم 24 به علاوه 35 به علاوه x به علاوه 20 برابر میشه با 80. x رو به دست میاریم 1، x رو به دست میاریم 1. حالا یک نفر هم والیبال هم فوتبال علاقه داره. حالا گفته چند نفر به فوتبال علاقه مند هستند. خب اشتراکشون 1، 35 و 1 هم میشه 36. پاسخ گزینه 2. خب سوال بعد 174. اگر مجموعه آ 1 3 5 7 تا 131 باشه، مجموعه اعداد مضرب 5 و B مجموعه اعداد مکعب کامل باشه، آنگاه آپرین منهای B چند عضو داره؟ خب مجموعه مرجع رو داده از 1 تا 131. خب از 1 تا 131 با یه الگوی خاصی. مجموعه آ هم مجموعه اعداد مضرب 5، بی هم مجموعه اعداد مکعب کامله. خب پاسخ گزینه 3 هست. و ما چطور؟ مجموعه مرجع اعداد فرد کوچکتر یا مساوی 131 هم 1 3 5 7 رو می‌بینیم فرد دیگه. پس مجموعه اعداد فرد کوچکتر از 131. خب مجموعه آ و بی را می نویسیم. مجموعه آ میگه مجموعه اعداد مضرب 5 از 5 15 25 تا 125 که باید داخل این مجموعه مرجع هم باشه. بی هم میگه مجموعه اعداد مکعب کامل. مجموعه اعداد مکعب کامل توی این مرجع فقط 1، 27 و 125. حالا میگه آپرین منهای بی به دست بیاریم، چند تا عضو داریم؟ از متمم استفاده میکنیم. مینویسیم آپرین منهای بی برابر است با یو منهای آپرین منهای بی پرانتز باز متمم آپرین منهای بی. خب تفاضل رو به اشتراک تبدیل میکنیم. وقتی که میخواییم به اشتراک تبدیل بکنیم، مجموعه دوم باید به متمم تبدیل میشه. پس آپرین منهای بی برابر است با آپرین اشتراکش با بپریم. مینویسیم یو منهای آپرین اشتراکش با بپرین متمم آپرین اشتراکش با بپرین. حالا آپرین منهای بی هم بازم اشتراک این جمله رو به اجتماع تبدیل میکنیم. وقتی که متمم متمم باشه میشه چی؟ خود مجموعه. توی قانون دمورگان هم گفته شده که متمم رو میتونیم اشتراکش رو به اجتماع تبدیل بکنیم. خب ولی باید متمم رو حذفش بکنیم. این متمم متمم بخواد بشه میشه آ اجتماعش با بی. جای این میذاریم آ اجتماعش با بی. پس آپرین منهای بی برابر میشه با یو منهای آ اجتماعش با بی. حالا اینو به این تعداد میدیم، میشه تعداد مرجع منهای تعداد آ اجتماعش با بی. و ما حلش میکنیم. تعداد آ میشه 125 منهای 5 تقسیم بر 10 به علاوه 1 میشه 13 تا اعداد مضرب 5 وجود داره. NB هم که 3 تا، مجموع اعداد مکعب کامل هم که 1، 27، 125. حالا آ اشتراکش با بی چی میشه؟ 1، 25، 1، 2، 5.
آ اشتراکش با بی میشه 125، آ اشتراکش با بی فقط 125 اشتراک داره، پس یه دونه عضو داره. تعداد مرجع هم میشه 131 منهای 1 تقسیم بر 2 به علاوه 1 میشه 66. 66 تا مرجع وجود داره، عضو مرجع داره. حالا n a اجتماعش با b برابر میشه با n a به علاوه n b منهای n a اشتراکش با b. جایگذاری میکنیم 13 به علاوه 3 منهای 1 میشه 15. خب 15 رو به دست آوردیم، این 15 رو میذاریم داخل این فرمول، میشه 66 منهای 15 برابر میشه با 51. خب دوستان این سبک سوالم یاد گرفتین. سوال بعد میگه اگر تعداد مرجع 80، A و B دو مجموعه جدا از هم از مرجع U باشه و بدونیم این عبارت برابر است با C، تعداد اجتماع A و B رو به دست بیاریم، 20، 30، 40، 50. دوستان نترسین، خیلی راحته، اینو اشتراک ها رو میتونیم به منفی تبدیل کنیم. حالا به چه صورت؟ نگاه بکنید، وقتی که دو مجموعه جدا از هم باشه A اشتراکش با B میشه توهی، A اشتراکش با بپرین میشه آ منهای بی برابر است با آ. خب پس این جمله آ اشتراکش با بپرین میشه آ، اشتراک رو به تفاضل تبدیل کردیم دیگه، و چون که اشتراکی هم با هم نداره میشه مجموعه آ. بی اشتراکش با آپرین میشه بی منهای آ و برابر بیه. حالا آپرین اجتماعش با بپرین، پریم متمم متمم اجتماع آ و ب میشه چی؟ خود اشتراک، آ اشتراکش با بی، آ اشتراکش با بی هم که گفتیم توهی، پس این دوتا فرمول میمونه. خب این عبارت که نوشته میرسه به آ اجتماعش با بی اجتماعش با توهی که میشه آ اجتماعش با بی برابر است با سی، آ اجتماعش با بی میشه سی. خب توی این مجموعه که داده شده همون مجموعه آ اجتماعش با بیه که تعداد عضوهاش سی تاست، که آ اجتماعش با بی میشه سی تا، که پاسخ گزینه دو هست. سوال 176، توی یک کلاس 31 نفری تعداد مرجع پس 31 نفر، تعداد 14 نفر دانش آموز عضو گروه سرودن، 14 تا سرود، 19 تا تئاتر، 5 نفر از دانش آموز این کلاس هم عضو هر دو هم. پس 5 اشتراکشونه. تعداد دانش آموزانی که عضو هیچ یک از این دو گروه نیستن کدومه؟ تعداد متمم اجتماع آ و ب رو از ما خواسته، 2 3 4 5. پاسخ گزینه دو هست. خب مجموعه آ رو سرود میگیم، مجموعه بی رو تئاتر میگیریم و هدف این چیه؟ چی به دست بیاریم؟ تعداد متمم آ اشتراکش با بپرین. خب تعداد مرجع 31، تعداد مجموعه ها 14، تعداد مجموعه بی هم 19 و تعداد اشتراکشون هم 5. نمودار رو رسم می کنیم، می نویسیم 9، 5، 14 و 3، دو مجموعه که با هم یه اشتراکی دارن. خب وقتی که اینو بنویسیم متوجه میشیم که تعداد آ اجتماعش با بی، آ اجتماعش با بی میشه 9 به علاوه 5 به علاوه 14 میشه 28. حالا متمم 28 رو بخوایم به دست بیاریم،
می نویسیم 31 منهای 28 میشه 3، پاسخ گزینه 2. سوال بعد میگه اگر برای دو مجموعه آ و ب بدونیم B زیر مجموعه آ و آ عضو آ با B مساوی نباشه چه تعداد از عبارات زیر درسته؟ شبیه این سوال رو توی جلسات قبل حل کردم دوستان. آ اجتماعش با B برابر است با B. آ اجتماعش با B پرین میشه توهی. آ اجتماعش با B میشه آ اشتراکش با بی بی آ اشتراکش با بپرین توهی آ اشتراکش با بی آ آپرین اشتراکش با بی توهی آپرین زیر مجموعه بپرین 1 2 3 4 تا. و اما پاسخ گزینه 4 است و اما بگو چرا. خب وقتی که میگه بی زیر مجموعه آ یه دایره میکشیم، دایره بی و دایره آ زیر مجموعه اون، دایره بی پس زیر مجموعه آه. الف که پس طبق این فرمول درسته دیگه، طبق این نظریه بی زیر مجموعه آ باشه. پس آ اشتراکش با بی میشه بی، آ اجتماعش با بی میشه آ. الف و ب درسته. پ اما آپرین زیر مجموعه بپرین. وقتی که بی زیر مجموعه آ باشه آپرین زیر مجموعه بپرین میشه که اینم درسته. و آ اشتراکش با بپرین به تفاضل تبدیل بکنیم میشه آ منهای بی جمله دوم، مجموعه دوم باید به متمم تبدیل بشه، متمم متمم هم که خودش میشه، پس اینم میشه توهی. آ منهای بی هیچ عضو مشترک هیچ عددی نداره میشه توهی. خب خب و اما آپرین اجتماعش با بی باز هم همون حالت قبلی رو گفتیم. خب ت قابل قبول نیست. آ اشتراکش با بپرین برابر است با توهی، چون که بی زیر مجموعه آه، بی زیر مجموعه آه، بی اشتراک آه و میشه بی. این جمله غلطه، پس میشه 4 تا جمله درسته. سوال بعد میگه اگر مجموعه آ و بی دوم زیر مجموعه از مجموعه مرجع باشه تعداد بی دو برابر تعداد آ و برابر 20 تا، پس تعداد بی میشه 20 تا، تعداد آ میشه 10 تا، تعداد بپرین هم 17 تا، آنگاه تعداد آپرین کدومه؟ 27 37 77 7. و اما پاسخ گزینه 1 است. چطوری؟ NB رو فهمیدیم 20 تا، NA رو فهمیدیم 10 تا. فرمول رو می نویسیم NB به علاوه N بپرین برابر میشه با NA به علاوه N آپرین و برابر تعداد مرجع. این فرمول کلیه دیگه، می دونیم این رابطه وجود داره. پس می نویسیم 20 به علاوه 17 بل 20 به علاوه 17 برابر 10 به علاوه تعداد آپرین که تعداد آپرین میشه 27. پاسخ گزینه 1. سوال بعد میگه اگر تعداد آ اجتماعش با بی برابر 41 باشه و تعداد آپرین اشتراکش با بی 12 تا باشه تعداد آ کدومه؟ 17 21 29 17. این سوال دیگه باید بتونین حل کنین دیگه، شبیهشو حل کردم. اما روشش به این صورته که آپرین اشتراکش با بپرین برابر میشه با بی اشتراکش با آپرین برابر بی منهای آ. بی منهای آ
و تعداد آپرین اشتراکش با بی برابرش بود تعداد بی منهای آ برابر تعداد بی منهای تعداد آ اشتراکش با بی. خب می نویسیم تعداد بی برابر میشه تعداد بی منهای تعداد آ اشتراکش با بی میشه 12 تا. میذاریم داخل فرمول و فرمولو می نویسیم ان آ اجتماعش با بی برابر با ان آ علاوه ان بی منهای ان آ اشتراکش با بی. حالا تعداد اشتراک تعداد اجتماع رو داریم 41 تعداد این عبارت هم داریم 12 تا. می نویسیم 41 برابر است با تعداد آ علاوه این تعداد هم 12 تا. تعداد آ به دست میاد 29 تا. و ما روش دوم یه نمودار میکشیم. توی از حل مجموعه سعی کنید با نمودار تست رو حل کنیم دوستان. گفته تعداد مرجع 41، پس هم آ و هم بی میشه 41. ان آپرین اجتماعش با بپرین 12 توست. حالا از ما چی خواسته؟ ان آ توی نمودارم نگاه میکنیم آپرین اجتماعش آپرین اشتراکش با بی برابر است با بی منهای آ. مینویسیم برای اینکه ان آ رو به دست بیاریم. مینویسیم ان آ اجتماعش با بی منهای ان آپرین اشتراکش با بی، پس میشه 41 منهای 12 میشه 29. و اما سوال 180 آخرین سوال این مجموعه این جلسه. اگر آ و بی دو مجموعه از مجموعه مرجع باشه و بی هم زیر مجموعه آ باشه، خب دوستان شبیه این سوالو حل کردیم، قوانینشو آشنایی داریم. این عبارت رو خواسته ما بنویسیم. آ اشتراکش با بپرین اولا پاسخ گزینه 3 هست. بی وقتی که زیر مجموعه آ باشه آ اشتراکش با بپرین میشه آ منهای بی. آ اشتراکش با بپرین میشه آ منهای بی، اشتراک رو به تفاضل تبدیل میکنیم. بی اشتراکش با آپرین میشه بی منهای آ. خب چون که بی زیر مجموعه آه پس بی اشتراکش با آپرین توهی میشه. خب معادله ای که سوال داده رو حلش میکنیم، جای گذاری میکنیم، جای آ اشتراکش با بپرین رو میذاریم جای بی اشتراکش با آپرین رو میذاریم توهی. خب اینو قانون دمورگان برای این رابطه می نویسیم، میشه بی اشتراکش با آ اشتراکش با بپرین پریم. ساده کردیم دیگه، توهی دیگه گذاشتیم کنار، شد این عبارت. خب قانون دمورگان رو می نویسیم. بی اشتراکش با آپرین اشتراکش با بی برابر میشه با بی اشتراکش با آپرین اجتماعش با بی اشتراکش با بی که اینم میشه بی. اینم که به دست آوردیم توهی اجتماعش با بی که برابر است با بی، گزینه 3. خب دوستان خیلی ممنون و سپاسگزارم که توی این جلسه شرکت کردیم. جلسه بعد میبینمتون، بازم تست حل میکنم. ازتون خواهش میکنم که کاغذ و خودکارای خودتون، نوت برداری هم که کردین رو مرور بکنید و باز هم دوباره برگردین ابتدای فصل درس رو دوباره مرور بکنید.
پیروز و موفق باشید. جلسه بعد.